این هم برای اینکه با هم آشتی کنی. لیست یه سر از تصفیه حسابا. دو. باریکالله. نه واقعا باریکالله. دست مریضا. زنده باد. چه فایده؟ الان میگین دست مریضات ولی بازم به اطمینان نداری. همین که امروز نیومدم کارخونه یعنی که دارم. اینم که تو از پس تعهدات کارخونه بر اومدی یعنی اعتمادم بی مورد نبوده. اما هر چی قبل این اما بیا تعریف علکی. نه این ور اون ور امای من یکیه. اون ور اماتون چیه؟ مدیریت کارخونه یه ریزه کاریایی داره که من نمیدونم، چون خامم، نپختم، کم تجربه نیستی؟ دیدین گفتم علکیه. بابا چرا شما نمیذارین من خودم رو ثابت کنم؟ به کی؟ به همه، به خودم، به شما. میخوای چی کار کنی؟ میخوام قطعه ها رو باز تولید کنم. نمیشه عزیزم، نمیتونی. اگه همه حسابای کارخونه رو در بیاری، همه دستگاه های خارج از خط هم بفروشی، از زیر سنگم پول در بیاری، این کارخونه خونه روی آبه. خود شما گفتین این یه بحرانه که باید با مدیریت ردش کنی. بحران حلش هم مدیریت میخواد هم پول که ما دومیشون نداریم. اگه پول جور کنم چی؟ کارخونه رو میسپرم بهت. قول؟ میدونم که همه الان دارن میگن که کارخونه رو داد دست دختر کم سن و سالش و رفت، اما بازم قول. اینم یه وام 2 میلیاردی. واقعا؟ فایل تو پابلیکه؟ تو فولدر اصلی پابلیکه. سلام، خوبی؟ ظرفیت منت کشی من داره تمام میشه ها. اگه بخوای نازک نارنجی باشی کلامو میره تو هم. ظاهراً رسم و رسوم جدیده. شما اینقدر سرتون شلوغه برای نامزدتون وقت نداری. تو که وضعیت این مدت منو میدونی. بله، خانم مدیر. خیلی خوب. معذرت میخوام. پس معذرت خواهی هم بلدی. برای جبران بدقولی مدت امشب میخوام ببرمت مهمونی. دوره همدانشکده ایامه. تازه اگه بدونی کجاست، اگه بدونی از تعجب شاخ در میاری.
از یه نفر شرفت از زن فیروز تمام اساسیاشو از خونه برادر جام کرده، دست بچه‌هاشو گرفته و آب شده رفته تو زمین. حالا چراشو خدا میدونه. حتما شما پیشونو گرفتی. دادی که وقتی شما آقایی کردی خسارت کامیر منو جریگی به من دادی، دیگه لازم نبود با پیشو بگیرم. دازم حس کردم شما ناراحت میشی، برای همین دوبارش نرفتم. یعنی هیچ نامی، نشونی، چیزی؟ یادم به پسر فیرو یه جای کار میکرد. رستوران بود. کدوم رستوران؟ نمیدونم. یکی میدونه، چون که به من گفت تو رستوران داره کار میکنه. اینه هو دایی شرش یک سر دعوا به پا میکنه، چند تا هم شاکی داره. شما یه لطفی بکن اسم و آدرسشو به من بده. شما طلبگارشون یا بدهکارشونی؟ شاید هر دو. زنگ زدی به همه؟ آقای پویا که گوشیشون رو جواب نمیدن، تلفن مهندس فرهمند هم میره رو پیغام گیر. آقای پویا با من زنگ زن، فقط مهندس فرهمند رو پیگیری کن، برش پیغام بذار، بگو هر جور شده خودش رو برسونه، خیلی مهمه. به خانم شکیبا هم زنگ بزن بگو چی شد این پاورپوینت. اینجاست، حاضره. تمام مراحل بازتولید قطعه ها رو توش آوردم، دیگه همونجوری که گفتی ساده و قابل فهم. صدای قلبت هم داره تا اینجا میاد، داره تون تون میزنه. نگران بودم به موقع نرسه. دماغت هم مراقب باش چون داره دراز میشه. من مطمئنم اگه تو دیشب تموم نمیکردی که خوابت نمیبرد. خوابم هم نبرده. اعتبار از چشات معلومه، هم خستگی هم چیزای دیگه. یعنی اینقدر معلومه؟ واسه منی که تو رو از خودت بهتر میشناسم آره. یه خواستگار که دیگه اینقدر دلشوره و بیخوابی نداره. دیدم خودت وقتی خواستگار اومد برات. دلشوره من بابت چیز دیگه ای بود. یه فکری بال دماغت بکن. که؟ ببخش. میدونی که تا به هم نگی نمیذارم از این در بیرون. محمد رضا پویا. واقعا؟ باورم نمیشه. تو چی گفتی؟ هنوز چی نگفتم. یه خود گیجه. عصر خودم میرسونم اتا. همه چی رو باید مو به مو برام تعریف کنیم. خب حالا. خدا. سلام مریم خانم. سلام. خوبی؟ خوبم. خوبی؟ خوب. چشات خسته است؟ دیشب نخوابیدی؟ نه. منم نخوابیدم. یه تپش قلبی دارم. میترسم تو جلسه همه صداشو بشنوم. پس بهتر نریم جلسه. اگه همین الان بله رو بگی نمیرم. وقتشو داری بعد از ظهر یکی بزنی؟ اگه بگی نه دیگه تا شب دووم نمیارم. پس بعد از ظهر ببینم. همه شما توی مدت در جریان مشکلاتی که این کارخونه دوچارش بوده هستین. گرونی و کمبود مواد اولیه به خاطر تحریم ها، عقب افتادن تعهدات کارخونه در قبال تولید قطعه، بدهی های بانکی که با مرور زمان مشمول جریمه شدن، دست آخر هم پروژه تولید قطعه ها که با شکست مواجه شد. اینا همه مشکلاتی بوده که این مدت کارخونه رو دچار بحران و شما رو دچار نگرانی و گاهن بعضی از شما رو وادار به اعتراض کرده. ما اینجا جمع شدیم تا راهکارهای عبور از این بحران رو بررسی بکنیم و من خیلی مایلم که شما شروع کننده باشیم. شما سهامدار این کارخونه هستیم و قطعا نگران آینده کارخونه.
پیشنهاد من برای عبور از این بحران این که بخواییم از این بحران عبور بکنیم خیلی خوبه، اما مهم اینه که با چه کسی و با چه ابزاری. آقای کامیارم، فکر میکنم شما یک مدت طولانی ایران نبودین، درسته؟ بله، من تازه اومدم و واقعا متاسف شدم و با دیدن این وضع متاسف‌تر از پیش. ببخشید، کدوم وضع؟ این که دختر کم سن و سال و بی تجربه به صندلی ریاست همچی کارخونه عریض و طویلی تکیه زده، جوری صحبت میکنه که انگار تا به حال چندین کارخونه گنده تر از این از ورشکستگی نجات داده. من نمیدونم کجای حرفای من به شما برخورده. حرفای شما اصلا هیچ اهمیتی برای من نداره دختر خانم. من به طور موقت تا خوب شدن حال پدرم توی این سمت هستم، البته تحت نظارت کامل خود ایشون. تا دیروز که خودش بود کارخونه به همچین منزله ها بیافتاد، وای به امروز که خودشو کنار کشیده و عاقبت کار سپرده به یه دختر بچه. ببینه قوم، ببخشید، شما که تا امروز اون سر دنیا نشسته بودین و فارغ از مشکلات این کارخونه سود سهامتون رو میگرفتین، حق ندارین درباره دیروز این کارخونه و پدر من قضاوت کنین. امروز اگه من اینجام به خاطر اینه که پدر من سلامتیشو پای همین کارخونه گذاشته، پس بهتر اول راه حل پدرمو بشنوین بعد روی مسند قضاوت بشین و حکم صادر کنین. آقای مذهب بیبی، خواهش میکنم توضیحاتتون شروع کنین. بله حتما. ببینید، طرح من بر اساس بازتولید قطعات برگشتیه، البته با یک فرمول کاملا نو و مغروم بسن. شما باید همون مهندسی باشی که آبروی کارخونه رو برد و انداختنش زندان. آبا شوقی کجاست؟ نه یادم نمیاد، از اون روزایی که تو رستوران کار میکردم خیلی گذشته. فشار زندگی حافظه‌مو بالکل پاک کرده، نه به گذشته فکر میکنم نه به آینده. بله، فشار زندگی بعضی وقتا بد بلایی به سر آدم میاره. آره، یه چیزایی یادم میاد. منظوری شما همون پسره تخصه، فامیلی عجیبی داشت، کمدی، کمردی، محمرزا، خوب یادمه، طول سگ همون چشتری دعا بود. خب پسره چی شد؟ کجا رفت؟ تو رستوران موند؟ نمیدونم، من همون موقع رستوران زدم بیرون. آخه صاحب رستوران از اون سگ اخلاقا بود. خیلی خواهم، حالا آدرس رستوران رو بده. شما مثلی که ملتفت نیستی، فشار رو بدن به مغز خرج داره، دکترم به من گفته به مغز زیاد فشار نیار. خیلی خواهم، اینو بگیر، ولی به دکترت بگو از وقتهای یه ذره فشار بد نیست، از مرگ مغزی جلوگیری میکنه. خیلی خواهم. خیلی خواهم. سرتون رو کردین زیر برف؟ به خیالتون هم مثل خودتونه؟ کارخونه رو کردین لوژ خانوادگی، پدر، دختر، داماد. اگه دامادتون نبود، بازم یه مجرم رو که هنوز پروندهش توی دادسرا بازه میکردین سر مهندس کارخونه؟ غلط میگم آقایون؟ معلومه که غلط میگین. خیلی خوب، شما درستشو بگو. درستشو من خدمتتون عرض میکنم. 20% سهام این کارخونه مال من. یعنی که اگه کارخونه ورشکست بشه، کسی که بیشترین ضرر رو بین شما میکنه من. پس میتونم قاضی خوبی واسه این دعوا باشم. من حق رو کاملا به این آقایون میدم. چرا ما با سرنوشت کارخونه رو بسپریم دست کسی که اعتبار کارخونه رو از بین میبره؟ تو بدترین شرایط مهلک ترین ضربه رو به کارخونه میزنه. اما اینجا یه سوال وجود داره که آیا واقعا مهندس حبیبی این کار رو کرده؟ بر اساس شواهد و مدارکی که توی پرونده بعد از اعترافات بهزاد جمشیدی مشخص شده، مهندس حبیبی بیگناه. و با توجه به تحقیقاتی که من کردم،
نه تنها فرمول قطعه ها کاملا علمی و مقرون به صرف است، بلکه تنها راه نجات کارخونه از این بحران باستولید قطعه ها بر اساس همین فرموله. تو هم وام میلیاردی جور کردی، هم تو جلسه طرح مهندس حیوی دفاع کردی. بله عمو جان، اینجوری که با دست خودت تابشو برمیگردونی به تخت پادشاهیش. تخت پادشاهی یا تخت مردشورخونه، کی میدونه تابش فردا کجاست. عمو ببخشید با من کاری ندارین، من باید برم. مراقب خودت باش عمو جون. نگران نباشین، خداحافظ. همونطور که خواسته بودی عمل کرد، جلسه کاملا متکنه شد. فقط امیدوارم قولایی که داده بودی فراموش نکنی خسرو خان. بفرمایی. اینم از دمنوشای مخصوص سرخ. خیلی ممنون نوشه جان. خب مثل اینکه رابطه شما دو نفر از همدستی و همراهی و همدلی گذشته و داره میرسه به همسری. من به هیچ کسی چی نگفتم. نیازی به گفتن محمد رضا نیست، چشمای خودت دارن همه چیزو بهم میگن عزیزم. ولی زود بلا رو نگی و بذار قشنگ بیفته به تواتو. میدونی مردایی که زنشون خیلی راحت به دست میارن و اصلا قدرشون نمیدونن. تو طرف کی سرور؟ خب معلومه، طرف مریم جون. اصلا مریم عزیزم، از این من بعد من جای خواهر بزرگه، هر کاری کرد بگو تو خودم گوششو بکشم. فروختی دیگه. چه جورم. آرزو داشتم بشم از اون خواهر زن ها. برو به آرزوت رسیدی. شدی. نوشه جان بفرمایید. خب از کجا شروع کنیم؟ این همه زن و شوهرم، بچه های دانشگاهی. آخه اینجا؟ من پیشنهاد دادم. تبریک میگم. یه مهمونی کوچیک خانوادگی. آره یه مهمونی کوچیک خانوادگی ها. ایشالا عروسی. حالا آقاتون چیکار هستن؟ یعنی نمیدونین؟ نه. این کافه خیلی قشنگه که شما الان توش نشستین، طراحی داخلیش کار آقای هادیه. آقا تبریک میگم، تبریک میگم. بس طراحی شما آقا تبریک. شیرینی چی میشه؟ شیرینی چیه؟ شام. شام؟ شام راست میگه. خیلی خوب، خیلی خوب. امشب هر چی که خوردین مهمون ما. بزن دست قشنگه. آقا من پای سیب میخوام. بچا سفارش بدین. بدوین. منو رو بچرخون. یا فوقش یه 20 دقیقه میشینیم بعدش میریم ها. مشکل من اینه که از دوستای تو اصلا خوشم نمیاد. آره بله، یه مش آدم از خود راضی معلومه از کجا مدرک گرفتن این همه. جناب عالی هم کجوری هیچ کی خانم کم نمیاری غیر اینه. چیه مهتاب؟ مهتاب با تو هم ماشین منه. واسه توهم زدی؟ نه بابا توهم نزدم، ماشین خودمه. مهتاب چی داری؟ مطمئنم ماشین خودمه. نکن ماشین مردم اینطوری، چیکار می‌کنی مهتاب؟ وای سه دقیقه ماشینمو پیدا کردم. این عکسو دیدی مردونه؟ اینجا رو ما حالا 3-4 سال پیش کار کردیم. نمی‌دونم فکر می‌کنم شاید حالی یه ماه انگار ماشین تو ماشین شما است فکر می‌کنم. خب از همینجا بزن. من میرم یه سری هم به ماشین میزنم. فکر نمی کردم به این راحتی ها بله بگی. همچین راحت هم نگفتم. از کجا مطمئنی این ماشین برای شماست؟ نه جناب سروان، آینه بغلش جناب سروان ماشین پیش اومده؟ سلام. سلام آقا.
ماشین مال شماست؟ بله. هر چی درباره زندگیم باید میدونستی بهت گفتم. حالا منتظر جوابم. آره یا نه؟ نمیدونم چی بگم. نمیدونم چی بگم به زبان فارسی امروز یعنی؟ بله. تبریک میگم خانم. همسر خوبی برای خودت انتخاب کردی. فقط نمیدونم چرا یکی نیست به من تبریک بگه. سرور؟ بفرمایید. تبریک میگم بالاخره دوماد شدی. تو از کجا فهمیدی؟ ماما سرور گفت گوش واسه. مسعود ببخشید من فقط میخواستم اولین نفری باشم که عروسیتون رو تبریک میگم. البته ما که خودمون آماده کرده بودیم. تو رو خدا فقط طولش ندیم. ما خیلی وقت عروسی نداریم. من بی تقصیرم. خیلی خوب. حالا نوبت گرفتن عکس با عروس و داماد. بیا مسعود. احتمالا یه عقد ساده بگیریم. پادیشاه نیومد. گیرم شما این ماشین رو ندزدیدی خریدی، ولی این ماشین دزدی صاحبش هم منم. داری اشتباه میکنی خانم. از کجا مطمئنی این ماشین همون ماشین دزدیده شده شما؟ از این آینش. من خودم کوبیدمش به ستونای پارکینگ خونمون. یعنی تو شهر به این بزرگی فقط آینه ماشین شما شکسته دیگه. خانم شما؟ من نامزد این آقا. شوهر من این ماشین از دوستش خریده. اونم آدم سالم و درستیه. این خانم هم اگه خواد به این مسخره بازی ادامه بده من ازش شکایت میکنم. تو از من شکایت میکنی؟ چه جالب همه چیز برعکس شده. مال دزد از مال باختار شکایت میکنه. مهتاب جان شبنم دوست منه چیکار کنی؟ هر کی بخواد باشه فلان دزد ماشین منه. حرف دهنه تو بفهم خانم. چی میگی؟ آروم باشین خانم. شما که هنوز مطمئن نیستین چرا به همین راحتی تهمت میزنین؟ من مطمئنم جناب سروان. از کجا مطمئنی؟ تمام ماشینای شهرم آیناشون شکسته باشه. این خط زردی که اینجاست مال ستونای پارکینگ خونه ماست. اینم شد دلیل. مدارک ماشینتون لطف کنین. شما هم تو خانم. بفرمایید. بفرمایید. ماشین به نام خودتونه؟ هنوز قصه‌اش تموم نشده که به نام خودم بزنه. سرکار استوار. بله قربان. پلاک این ماشین رو سلام بگیر. چشم قربان. چی ببخشید. بله. با صاحب این رستوران کار دارم. هستم. الان نیستم ولی میام. خیلی خوب من منتظرشون میمونم. اومدن بهشون بگین من اینجا هستم. حتما بفرمایید خواهش می‌کنم. جناب سروان. بله. قربان این پلاک برای خودرو مسروق است. اعلام کن به مقر بیان ماشین رو ببرن. نمیدونم اصلا چه خبره. شما باید با ما بیان کلانتری. کلانتری برای چی؟ آخه دستان برای کجا میخوایم ببریمش؟ میریم داخل کلانتری مشخص. مگه چیکار کرده؟ شما هم با ماشینتون بیان کلانتری. بفرمایید. شما باور کنم از هیچ چی خبر ندارم. حالا تشریف ببرید از ما شکایت کنیم. بفرمایید. بیا بریم بدو. بیا با بریم دنبالش. جلسه امروز چطور بود؟ شبنم که خیلی به نتیجهش امیدواره. بیا امشبونو با این بحثا خراب نکنیم. آخه من واقعا دلم میخواد بفهمم تو کارخونه چه خبره. شبنم داره چیکار میکنه؟ چی؟
سر کارخونه رو میبره چیکار میکنه؟ این کارخونه زیر بار قرضه، لبه تیغه، ولی رئیس این کارخونه این حیوان بیجون رو سپرده دست یه دختر نفهم پر ادعا که مدیریت رو با خاله‌بازی اشتباه گرفته. نشیده بودم تا حالا راجع به شبنم اینجوری حرف بزنی. به اینجام رسونده، دو ساله دارم این دختر و پدر رو تحمل میکنم، به استخونم رسیده. باید میدیدی امروز تو جلسه چی کار میکرد، چی جوری حرف میزد، یه جوری با این سهمدار حرف میزد که انگار اون بدبخت ها نوکر بیجیری مواجه به پدرش هم. چی جوری این جاه طلبی این آدم رو تحمل میکنی؟ هیچکی تا حالا اندازه من از شبنم ضربه نخورده. واقعا؟ بلش کن. حالا چی کار میکنی؟ بالاخره یک چهارم سهام کارخونه مال توه. مجبورم خودم وارد عمل بشم. بگم اونم به کمک تو هم احتیاج دارم. چه کمکی؟ به وقتش بهت میگم. شاکه پرونده کیه؟ مایم. بفهمید. کجا خانم؟ ببخش من میتونم یه دقیقه با نامزد صحبت کنم؟ یه دقیقه فقط. نمیشه خانم. بفهمید. خدا یه کار کوچیک باش. نمیشه خانم. با من کاری داشتین؟ من دنبال کسی هستم که شما میشناسینش. کی؟ محمد رضا کمردی. حدود 25-26 سال پیش شاگرد رستوران شما بود، یادتون میاد؟ بفرمایید بشینید. باید یه کمی فکر کنم. حالا چی کارش دارین؟ من رفیق قدیمی پدرشم. اون خدا بیامرز یه دینی به گردن من داشت که اومدم ادا کنم. همین. بعد 20 سال و بوقی گمشون کرده بودم، نشونی ازشون نداشتم. خیلی خوب، نشونی من از کجا گیر آوردی؟ وسط، همونی که تو کار باشه. چفت دهن اسد رو با پول میشه باز کرد. حتما برای شما خیلی ارزش داره که بالاش پول دادی. ببین، من به هر حال باید با یکی از اعضای این خانواده حرف بزنم. زنش، دخترش یا پسرش که با شما کار میکرد. پسر فیروز کسی معرفی کرد که هنوز نفس میکشه. یعنی نشونیشو بهم میدی؟ نه. چرا؟ چون از آدم ها فراریه، اگه بری سراغش فکر میکنه که اومدی لختش کنی. پس اگه اجازه بدی من میرم سراغش، شما تلفونتون بدین، پیداش کردم خبرتون میکنم. آخیش، خدا رو شکر دزده ماشینم پیدا شد. چند بار باید بگم اون دزده ماشین شما نیست. اگه اراده کنه 10 تا از این ماشینا میتونه داشته باشه. بله، با مال مردم. درست صحبت کن. شبنم، من از تو معذرت میخوام. مهتاب چی کار میکنی؟ ببخشید خانم، گیرم که نامزد شما ماشین دزدیده شده منو قسطی خریده. از کی خریده؟ کجا قولنامش کرده؟ مهتاب اجازه بده. برو خدا رو شکر کن قبل از اینکه تورم قال بذاره دستشو برات رو کردم. تو واقعا نمیدونستی ماشین دزدیه؟ خیلی خب نمیدونستی، ولی چرا چشم بسته دست به همچین کاری زدی؟ شب نه
احسان آدم درستیه، ما سالهاست با هم دوستیم. هر آدم درستی ممکنه یه روزی نادرست بشه. بله میفهم، ولی نه دیگه. اگه میفهمیدی نمیرفتی رو حساب رفاقت یه ماشین دوزی بخری من خودتو به این روز بندازی. ظاهرن تو بیشتر نگران اینی که دوستات درباره چه فکری میکنن. تو منو جلوی دوستام خورد کردی، آبروی منو بردی، وقت من نگرانم دوستام چه فکری درباره من میکنن. واقعا که نگاه چیزی دیدم که حرفاشو باور نکردم و گذاشتمش تو خماری، اما بعد ترسیدم. شما هم که تلفونتو جواب نمیدی. از چی ترسیدی؟ از اینکه بلایی سر شما بیاره. عجیبه بعد از این همه مدت یاد دینش به شما افتاده. البته از حرفاش معلوم بود که از شما و خانوادتون هیچی نمیدونه. چطور؟ نمیدونست افسر خانم فوت کرده. بهش زنگ بزن برای فردا شب باش قرار بذار، بگو یه سرنخی از من پیدا کردی. بله شما؟ آها، اصلا فکر نمی کردم به این زودی تماس بگیرین. من یه نشونی از فیروز خانوادش پیدا کردم، اگر طالبشی فردا بیا رستوران. حتما میام، حتما. شما چه ساعتی رستوران رو باز میکنید؟ سر باشه باشه باشه، خدا حافظ. کمکش کنم، اون دنبال آدرس منه دیگه، من هم آدرس همش میدم. کجا بابا؟ کلانتری. تو که نمیخوای هادی تا صبح تو بازداشتگاه بمونه؟ اتفاقا میخوام بمونه، میخوام بدونه چقدر ازش ناراحتم. خب اینجوری ممکنه فکر کنه تو جا زدی. اصلا برام مهم نیست چه فکر میکنه. پس واقعا جا زدی؟ جا نزدم، شک کردم. نتیجه جفتش یکیه. این نشون میده با یه اتفاق اعتماد تو نسبت به شوهر آینده‌ت از دست دادی. بله، ولی این مهمترین اتفاقه. داری زود قضاوت میکنی. دارم درباره شوهر آینده به شناخت تازه تری میرسم. آها، پس شناخت از نظر تو یعنی یه اتفاق، یه قضاوت، یه حکم. همین. خود شما برسته یه اتفاق هادی رو قضاوت کردی بابا. خب شاید اون اتفاق مهمتری بوده. هادی همونجوری که احساساتی میشه و از سهم ارثش برای نجات زندگی خواهرش میگذره، همونجا ممکنه بیفکر بره یه ماشین دزدی بخره و آبروی من خودش رو ببره.
ولی اون اتفاق اول خیلی جوون مردون است. دومی هم کاملا ساده لوحان است. به حال منشأ جفتش یکیه. ببین من قبول دارم که اشتباه کرده، ولی سادگی و بی‌غرضی هادی تو این دور زمونه کمیابا. به هر حال بله، ولی کافی نیست. مثلا با آدمایی که بر اساس سادگیشون اجازه سوء استفاده به بقیه میدن آبم توی جوب نمیره بابا. بابا جان، بابا من به تجربه و شناخت شما اعتماد کردم و به هادی جواب مثبت دادم. حالا ازتون میخوام بذارین خودم تجربه کنم و بشناسمش. باشه. نصف شبیه هنو نخوابیدی؟ یه سوال دارم عمو جان. چیه؟ چرا جلال باید بعد این همه سال دنبال من و خانوادم بگرده؟ به قول پلیسا یه مجرم بالاخره به صحنه جنایت برمیگرده. برمیگرده که رد پاشو پاک کنه؟ شاید هم برمیگرده تا بازمونده جنایتو پیدا کنه و از شرشون خلاص شه. یعنی من و شما باید خیلی مراقب خودمون باشیم. آره؟ حرفمو جدی نگرفتی؟ چرا؟ ولی جلالم آخرش باید بفهمه شکارچیش کیه. اگه زودتر از آخرش بفهمه ممکنه جای تو اون عوض بشه. نترس عمو جان، نترس. جلال دیگه اون آدم سابق نیست. پیر شده، کرکوپرش ریخته. یه گرگ پیر بازم یه گرگه. خیلی هم با تجربه تر از یه گرگ جوون. پیشنهاد شما چیه؟ باید خود تو بذاری جای اون تا بتونی مثل اون فکر کنی و بفهمی دنبال چی میگرده. اون دیگه فرصت زیادی برای گشتن نداره، آخر کارشه. آخر کار سخت‌ترین بخش کاره. مثل کاری که من و بابات شروع کردیم و هیچ وقت به آخر نرسوندیمش. کاری که شما و بابام شروع کردین و من تمومش میکنم. آخرشو بسپارین به من. مرهم زخمت پیش خانواده فیروزه. شاید پس اگر اون چیزی که میگی نیستی، بهتره اون نشونی که دارم و بهت ندم. اوضاع حسابی داره پیچیده میشه. آخه اونی که نشونیشو میخوای اهل همه این کارا هست. هم سر بریدن، هم گوش بریدن، هم همه کارهای دیگه. الان شرایط عادی نیست. برخورد چکشی تو میتونه وضعیت رو از این کس بدتر کنه. شما از کجا با خبر شدی؟ من اگه نفهمم تو کارخونم چه خبره که باید برم زیر گل. گاهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدمو دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. من
فکر میکردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.